خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکاران بسیار محترم. عرض سلام دارم به خدمت همگی شما بینندگان عزیز و به خصوص عزیزانی که در فضای مجازی برنامه امروز ادیان تطبیقی رو دنبال میکنن. در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محمد کاشانی هستیم که امروز میخواییم موضوع عید در ادیان رو انشاءالله مطرح بکنیم. ضمن اینکه به شما عرض سلام و خسته نباشید عرض میکنم راجع به این موضوع اگر مطلبی هست و مقدمه‌ای هست در ابتدای برنامه بفهمید و سوالات دیگر انشاءالله مطرح خواهد شد. خواهش میکنم. بنده هم از سلام دادم خدمت حضرت عالی و یکایک که بینندگان محترم در شبکه جهانی اسلام و همچنین تمامی دوستانی که در فضای مجازی آن شنونده صدای ما و این بحث ما هستند. امیدوارم که تونسته باشیم بحث خوبی رو و مفیدی در خدمتشون باشیم انشاءالله. سلامت باشید. ولی اصولا بحث عید و هر موسمی که میرسه، عیدی که از راه میرسه، این سوال ممکنه در ذهن خیلی ها تداعی بکنه که این موسم، این عید در ادیان دیگه، در کشورهای دیگه به چه سمتی هست، به چه سویی هست، به چه شکلی هست، به چه شمایی هست، چه سنت‌هایی رعایت میکنن، اصلا چرا عید میگیرن، کی عید میگیرن و بین ما و اونها چه شباهت‌هایی هست و چه تفاوت‌هایی بین اعیاد ما و اعیاد اونها وجود داره. آیا فلسفه عید ما با فلسفه عید اونها شباهت داره؟ آیا ما سنت‌های عیدمون یکسانه؟ چرایی عیدمون آیا یکسانه؟ مثلا ممکنه ما یه وقتی برای طبیعت عید میگیریم، یه وقتی هست ممکنه ما به یاد بوده یک روزی عید میگیریم، یه وقتی هستش که نه، اصلا به خاطر نه طبیعت میگیریم نه یاد بوده یک روز میگیریم، به خاطر یک سنتی که انجام دادیم و شکرانه اون سنت داریم عید میگیریم. فلسفهش چیه؟ چرا این عید وجود داره؟ و طبعا چه آثار برکاتی برای ما و تمامی ایمانداران از ادیان مختلف میتونه داشته باشه؟ حاجی کاشانی، وجه مشترک ادیان در مناسبت‌هایی که به وجود میاد و در واقع اگر بخوایم بگیم که یک وجه مشترکی باشه در ادیان که به خاطر اون عید گرفته میشه، اون وجه مشترک چیه؟ خدا اگر در یک کلمه بخوایم جمع بکنیم، وجه مشترک یعنی هر کدوم بهانه‌ای می‌جویند برای اینکه به خدا ارتباطی، با خدا ارتباطی برقرار کنند. درسته. هر کدوم دنبال یک سوالی هستن، که دنبال یک دلیلی هستن که بتونن یک بار دیگه دستشون رو به روی خود به طرف خدا دراز کنن و از خدا حاجت رو بخوان، یا به خدا درد دلی رو بکنن، یا برای خدا مراسمی رو برگزار کنن و به پاسداشت نعماتی که خدا به ما داده شکرانه‌ای رو به جا بیارن. همه رو می‌خوایم در یک کلمه جمع کنیم، اون کلمه خداست. یعنی نعمت‌هایی که خداوند به ما داده و از راه اون نعمت‌ها به خود خداوند می‌رسیم، این خودش دقیقاً بهانه برای گرفتن عید در برای در همه ادیان، برای خداپرستی. یعنی عید در حقیقت بهانه است برای یک خداپرستی. حالا انشالله از کجا قراره که انشالله وارد ادیانی بشیم که عید رو در اون دین در واقع بررسی بکنید و بیشتر اون مسائل رو به ما معرفی کنید؟ خواهش میکنم. حالا ادیان تمام مختلف هستن، چه ادیان ابراهیمی مثل یهودیت، مسیحیت، اسلام، یا ادیان هندویسم، ادیان ایرانی مثل زرتشت. ولی حالا مثلا ما بخوایم از یکی از ادیان قدیمی شروع کنیم، در یهودیت میدونید که یهودیت یکی از ادیان بسیار کهن جهان هست که تقریبا میشه گفت مؤسس این دین یا بنیانگذار این دین به نحوی حضرت موسی علیه السلام هست. در آینه یهودیت در طول یک سال یهودی، که یک سال یهودی تقویم خاصه به خودش رو داره، یعنی میدونید سالهای یهودی تقریبا معادل سال شمسیه، ولی نحوه محاسبه ماهاشون قمریه، یعنی ماها رو قمری حساب میکنن ولی سالشون تقریبا شبیه شمسیه. هر چند سالی کم میارن دیگه، یک ماه کم میارن، یک ماه اضافه میکنن، چند روز اضافه میکنن به چیزشون. پس دقیقا منطبق نیست سال، یعنی به فرض سال ما با سال دین یهودی، یعنی از نظر روز کاملا منحصر به فرض یهودی، یعنی سالشون شمسی تقریبا، یعنی مثل خورشیدی محسوب میشه، ولی ماهاشون قمری محسوب میشه. قمری محسوب میشه. هر مثلا چند سالی که یک ماه کم میاد، یک ماه اضافه میکنن به تقویمشون و اون کسری رو جبران میکنن. در یهودیت خب یک عید هفتگی دارن که همون شبت هست، شبات هست یا عید سبت هست، شنبه، که در یهودیت خیلی عید مهمی محسوب میشه، یعنی و احکام بسیار شدیدی هم داره. در یهودیت یک یهودی به هیچ وجه اجازه نداره روز شنبه کار بکنه، حتی غذا بپزه، حتی چراغ روشن کنه،
مثلا حتی اینا روز شنبه غذاشون رو از جمعه آماده میکنند، غذای روز شنبه. روز شنبه خاص خداست برای عبادت خدا، همه یهودیا. یعنی مثلا ما نیستش که یک مرکزی باشه مثلا برای درست کردن غذا و دیگران مراجعه بکنن به اونجا. اینا نکن همه اونام اگر مرکزی باشه، مثلا فروشگاه غذا فروشی باشه، اینا باید از قبل غذاشون تهیه شده باشه. یعنی حتی اینا یک دوستان بود که در محله یهودی نشین زندگی میکردن، میگفتن که ما شنبه‌ها که میشد این بچه های محل و اینا میرفتن تو محله یهودی نشین، یهودی میمدن دم در مثلا یه سکه یه پولی میدادن به این بچه‌ها، میگفتن که آقا مثلا بیاین برق خونه ما رو روشن کن. به این اندازه اینا هر ازن کار کنن. توی تورات یک داستانی هستش که یک یهودی در روز شنبه رفته کمی خار جمع کرد، زمستون بود، سرد بود و میخواست گرم کنه خودشو، رفته کمی خار جمع کرد، سنگسارش کردن. عجب. به این حد این حکم مهمه و در قرآن هم اشارات دادیم که بهشون گفته بودیم که روز شنبه ماهیگیری نکنن، کار نکنن، اینا توداشون رو پهن میکردن و اینها، اون عذاب که عذابی برشون نازل شد. روز بسیار مهمیه برای یک یهودی. یعنی حتی مثلا امروز یهودی ها مثلا دستگاه هایی ساختن که مثلا با باد کار میکنه، که این اطلاق این که مثلا این کار کردن مثلا وقتی میخوان یه دستگاه رو مثلا استفاده از برق نباشه، این با مثلا بادی، یعنی مثلا همون جبه طبیعی داشته باشه، شرعیش رو رعایت بکنند ولی در این حال مثلا کار روزمره‌شون هم انجام میشه. ولی به هر حال قانون کلیه که یعنی مستقیما توسط خودشون اون کار صورت نگیره. آره. طبیعت دخالت داشته باشه در این قضیه. این عید شنبهشون هست. اما خب یک عید روزانه دارن که در طول سال این اعیاد برگزار میشه. یه سرشون اعیاد طبیعیه. مثلا جشن درخت‌های نور رو دارن. وقتی که یا جشن مثلا محصول رو دارن، وقتی که محصولاتشون ایده به صلاح محصولاتشون میاد میخوان دیدار کنن، یه جشنی رو برگزار میکنن. یکی از جشنهای مهمی که در یهودیت برگزار میشه عید پوریم، که این عید داستانش به صورت مفصل در کتاب مقدس ذکر شده. داستانیست که به ایران و ایرانیت برمیگرده، در زمانی که یهودیان در ایران سکنا داشتن و پادشاه بابل اینها رو به عنوان اسیر آورده بود و سپس کوروش آزادشون کرد و در ایران زندگی میکردند. روزی گذشت، روزگاری تا خشایارشاه پادشاه ایران شد و در این زمان حالا اتفاقی افتاد، داستانی افتاد که استر یک دختر یهودی است، میشه ملکه ایران، میشه همسر خشایارشاه. خب بقیه وزرا اینو تاب نمیادن، مخصوصا هامان این داستان رو تاب نمیاد و دسیسه ای میچینه که مردخای دستسه میشینه که مردخای رو از بین ببره و دستش ناکام میمونه و این مردخای اینجا با همکاری استر فرمانی رو از پادشاه میگیرن که طبق این فرمان یهودیان اجازه دارن تمامی دشمنانشون رو بکشند و در اون روز 70,000 ایرانی کشته میشن. یعنی یهودیان اجازه پیدا میکنن که هر کسی که دشمن خودشون از بین ببرن و یک روز 70,000 ایرانی از بین میرن، کشته میشن و هر سال یهودی ها این کشتار رو جشن میگیرن. البته تاریخ نویسا معتقدن که در اون زمان کل ایران زمین با تمام پهناوری که داشت 1,000,000 نفر بیشتر جمعیت نداشت و طبعا میشه گفت 1/12 ایرانی ها در این روز کشته میشن. و هر ساله تو کتاب مقدس هم ذکر شده، کتاب مقدسی که امروز به عنوان متن مقدس برای مسیحی‌ها و یهودی‌ها معتبر هست، که این روز جشن می‌گیرید. یعنی حتی در تورات هم اشاره شده؟ بله دقیقاً اشاره شده که این روز جشن. بله بله. نه در کتاب مقدس، یعنی در عهد عتیق اشاره شده که این روز جشن بگیرید و یهودی‌ها و حالا بعضی مسیحی‌ها به شدت پایبندن، یک روز قبل روزه می‌گیرن و اون روز رو به جشن و پایکوبی، مثلا به عنوان جشن ایرانی کشی هم در بعضی کشورها مطرح هست. هنوزم ادامه داره؟ بله بله هنوزم، یعنی در یهودی‌ها این جشن به شدت بهش پایبندن و نسل سری هست به شکرانه اینکه تونستن بر دشمنانشون غلبه پیدا کنن، این ایرانی کشی رو انجام بدن. یعنی حتی در میان یهودیانی که در خود ایران هم در واقع دارن زندگی میکنن؟ بله، این جشن نیست که در کتاب مقدسش تصریح شده و هر سال باید اطاعت تاکید شده تو متن کتاب مقدسه، یعنی باید از این جشن پیروی کنن و اطاعت کنن.
ولی به خدمت شما ثابت که حالا من سنت ها فرق میکنه، مثلا توی مثلا بعضی کشورها مثلا مثل اسپانیا و اینا حتی مثلا آدمک های مثلا خشایارشا و استرا اینا هم درست میکنن و مثلا حالت طنز مانندی هم اجرا میکنن، بعضی کشورها نه، داستانش متفاوت. یکی از عید ها عید این عید یکی از عید ها عید پسح هست که اون یاد بوده روزی است که شبی است که یهودیان از مصر فرار میکنن، از بندگی بنی اسرائیل میان بیرون و هر سال این روز رو هم یهودی ها چیز میکنن، گرامی میدادن، بزرگ میدادن. یکی دیگه از اعیادی که اعیاد یهودی هست یوم کیپوره. یوم کیپور شاید بگیم مهمترین عید یهودی هست، روز کفار است که در این روز مراسمات خیلی مفصلی رو برگزار میکنن. یهودی ها همه در بیت المقدس، حالا در اون هیکل سلیمان که قبلا بوده، جمع میشدن و اون داخل اون قدس، داخل اون قسمت اصلی معبد هیچ کس حق نداشته وارد بشه و تنها سالی یک بار کاهن اعظم که حالا دوره‌ای هم میچرخیده اجازه ورود به این قدس الاقداس رو داشته و اونجا قبارویی میکرده، کار انجام میده. این روز کفاره است که در اینجا یهودی ها موظفن که یک قربانی بدن و روزی است که میگن مثلا گناهانشون بخشیده میشه، یک مراسم این شکلی دادن. یکی از اعیادشون عید سکوت که یاد به یاد بود 40 سال سرگردانی در بیابان. نکن ببینید دلیل عید متفاوته، هر بهانه ای داره. یهودی ها میدن یه مدتی حتی مثلا یک خیمه توی بیابون میزنن، یک به یاد بود اون 40 سال سرگردانی به اصطلاح یک نمادی رو در واقع اونجا برای خودشون ترتیب میدن، ترتیب میدن و خلاصه به عنوان یک کار مقدس به اون اهمیت میدن. بله دقیقا. و شاید مثلا یکی دیگه از اعیاد مراسم های مهمشون، حالا اسم عید نیادیم ولی روز تعطیلشون هست و روزیست که براشون روز مقدسیه و روز هاشوراست که تقریبا معادل عاشورای ما میشه، که در این روز به یاد بوده یک کشداری که یهودیان به اصطلاح انجام شده براشون، این روز رو اینا گدامی میدادند و به یاد بوده اونها یه سری مراسماتی رو دارن. واقعا حالا این که فرمودید هاشورا، بله، اسطوره هست یا یک چیزی که نه، واقعیت واقعیت تو یهودیت یک روزی هستش که کشتار شد از یهودیان و توی این روز یهودی ها حالا تعطیل تو بس از به اصطلاح چه منطق یهودی نشین و روزی که بهش پایبندن و مقیدن و انجام میدن یک روز اون هم در بله سال بعد در سال. ببینید خب عبری و عربی خیلی نزدیک همه، مثلا هاشورا آشوره یا مثلا خیلی کلماتشون شبیه همه، کسی عربی بلد باشه عبری زیاد براش سخت نیست یاد گرفتنش. خب بینندگان محترم شبکه جهانی سامن، همچنان در خدمت شما هستیم و با ادامه صحبت‌های جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای محمد کاشانی که در مورد ادیان دارن صحبت میکنن و عیدها که در دین یهود بهش اهمیت داده میشه و ادامه مطالبی که ایشون برای ما خواهند داشت. خواهش میکنم. ما اگر بخوایم از فضای یهودی در بیایم، یک دینی که شبیه یهوده و حتی معتقدن یک فرقه از یهودیت، نه یک دین مستقل، مسیحیت هست. مسیحیت هم خب اعیاد مفصلی رو داره توی خودش که مثلا با کریسمس معموله بینندگان محترم یا شنوندگان عزیزی که در فضای مجازی هستن آشنایی دارند، درست، که جزوه یکی از اعیاد مسیحیه در اصل. این دین عیادش چیه؟ چرا عید میگیرن؟ کیها عید میگیرن؟ و چه مراسم و چه سنت هایی رو دارن؟ توی مسیحیت عیدها عمدتا حول شخصیت عیسی مسیح میچرخ. مثلا من ادله عید رو براتون میگم که مثلا چرا این عید میگیرن، بچه ها میبینید که چقدر این شباهت داره. مثلا در کتاب مقدس یک داستان نقل شده که در زمانی که مریم باکر آبستن بود به حضرت عیسی، 3 تا زرتشتی، 3 تا دانشمند زرتشتی، 3 تا مغ میان وارد اورشلیم میشن و میگن ما ستاره مسیح رو در آسمان دیدیم و میخوایم اون رو پیدا کنیم و این بناست که متولد بشه به دنیا بیاد و این 3 تا عیسی مسیح رو پیدا میکنن به دلیلی در اتفاقی و اون رو به اصطلاح چی میکنن، هدایای بهش میدن. این هر ساله توی تقریبا 6 ژانویه به عنوان عید تجلی یا عید خاجشویان در بین مسیحیان مطرحه و این عید رو گرامی میدادن به یاد بوده اون که 3 تا مثلا زرتشتی اومدن و عیسی مسیح رو تقدیس کردن، هدیه بهش دادن.
یکی از اعیادشون عید خاکشویان هست، یکی دیگه از اعیادی که مسیحی ها میگن بهش سه‌شنبه اعتراف میگن. وقتی که از فضای کریسمس بیایم بیرون، بیایم تو فضای اون ایامی که عید پاک مسیحی هست و روزهایی که عیسی مسیح رو طبق انجیل که حتی قرآن مثلا نمیپذیده به صلیبش میکشن، 40 روز قبل از اون رو بهش میگن ایام لنت، که این ایام ایام روزداریه. یعنی مسیحی ها این ایام این 40 روز رو روزه میگیرند، چله لنت بهش میگن. قبل از اینکه میخوان وارد چله لنت بشن، یه سه‌شنبه اعتراف دادند. یعنی آخرین سه‌شنبه‌ای که به چله لنت میرسه بهش میگن سه‌شنبه اعتراف، که اون مسیحی خب میدونید در کلیسا مثلا کلیسای کاتولیک و اینها رسمه که مؤمنین ایمانداران موظفن اگر گناهی کردن، اگر کار اشتباهی انجام دادن، میرن پیش کشیش و اعتراف میکنن که آقا من مثلا این کار کردم، خیانت کردم، دزدی کردم، عمل خلاف انجام دادم، فلان کار کردم، دروغ گفتم، تهمت زدم، و کشیش هم میگه مثلا این کار انجام نده و مثلا یا این ذکر رو چند بار بگویه مثلا جریمه براش مقرر میکنه. البته خب در جریمه بعضی وقتا مالی، صورت مالی به خودش میگیره که این مورد سوء استفاده قرار گرفته بود در قانون وسطا که منجر به اون داستان اصلاحات شد و بس اینکه لوتر اعتراض کرد و خیلی بحث مفصلی رو جای خودش داره. یعنی الان دیگه اون شکل وجود نداره. چرا؟ به اون شکل، یعنی بحث مالی هست، جریمه مالی هست، ولی اون زمان دیگه خیلی لوس شده بود داستان. یعنی مثلا برگه هایی رو آماده کرده بود خود کلیسا به عنوان آموزش نامه که این برگه ها رو مثلا میفروخ، قیمت هم داشت مثلا چی؟ بعد برای نمیدونم در گذشتگان، نمیدونم برای چی، مثلا میگفت اگه مثلا دایید، پسر دایید مرده، مثلا بابات فوت کرده، یه مبلغ خاص، یه مبلغ مثلا خاصی بگه، مثلا از این درجه جهنم میاد درجه 4، باز اگه اینقدر دیگه بدی از درجه 4 میاد درجه 3، اگه مثلا این مبلغ رو دیگه بدی مثلا میاد توی مثلا زیر بهشت، باز مثلا درجه بندی. همینجوری به شیوه های مختلف به خدمت شما سرود که این مسیحیای ایماندار رو یه مقدار سرکیسه میکرد. محل خرجش کجا بود؟ عمدتا اینا کلیسای، یعنی اون زمان میخواستن کلیسای واتیکان رو بسازن، کلیسا سن پیتر و واتیکان رو میخواستن بسازن، و چون هزینه ساخت این کلیسا بسیار سنگین بود مجبور شدن به این کار روی بیارن. و خب البته خود کشیشا و اینها میدونن اون زمان مثلا یه کشیش شدن خرید و فروش بود، یه شغلی بود که مثلا کسی می‌خواست مثلا این شغل رو به دست بیاره، باید یک مبلغی به اون صاحب این شغل میداد و اون این شغل رو مثلا به این واگذار می‌کرد. هیته داشتن کشیشا برای خودشون، مثلا منطقه استحفاظی داشتن، هیته داشتن. این عید با اول ژانویه یا اون 6 ژانویه که فرمودید چقدر فاصله داره؟ تقریبا 1 ماه خورده‌ای فاصله میشه. درست. یعنی مثلا شما عید پاک رو شما مثلا هولوغش نیمه فروردین حساب کنید، 40 روز قبل از نیمه فروردین میشه مثلا اوایل اسفند، هم هولوغش اوایل اسفند. بیشترشان به اعتراف میگن که میرن به اعتراف میکنن و گناهانه، و خب ما در اسلام اینو کاملا نهی شدیم ازش، میگن که اگر گناهی کردی، اگر اشتباهی کردی، اگر خطایی کردی، مؤمن حرمتش حرمت کعبه است، نباید حرمت خودش رو بشکنه و حق نداره، یعنی حرمت داره اینکه یک مؤمنی بده پیش یک بنده بده پیش یک بنده دیگه و بگه من فلان گناه رو کردم، خودش رو بشکنه، اگه گناه کرده بوده به خدای خودت صاف کن. حتی اومد پیش امام علی گفتش که پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت علی جان من فلان گناه رو کردم، امیرالمومنین عصبانی شدن، گفتن چرا نمیرید پیش خودتون و خدای خودتون اصلاح کنید. و حتی ظاهرا در روایتی هستش که یکی از ائمه بزرگوار گوشهاشون رو گرفتن که نشنون. دقیقاً، ما چیز داریم که روایت شدید داریم که احترام مؤمن احترام کعبه است، حرمتش نباید. تو همین که میری پیش یک نفر میگی من فلان گناه رو کردم، شکسته شدی پیش اون، خدا اینقدر هم اجازه نداده تو شکسته بشی پیش کسی دیگه به خاطر گناهی کردی. این سه‌شنبه اعتراف هست. درست. دیگه خود ایام لنت هست که این 40 روز روزه است، ایام روزه لنته که آخرین چهارشنبه روزه لنت پیش میگن چهارشنبه خاکستر اسم دادن، روزی که عیسی مسیح مثلا دستگیر میشه که یه مراسم خاکستر پاشی هم توش دارند. بعد جمعه صلیبه که پنجشنبه فرمان، اون پنجشنبه که به اصطلاح حالا عیسی مسیح پای حواریون میشوده، هر مثلا بعد جمعه‌ای که عیسی مسیح به صلیب کشیده میشه، بعد شنبهش بهش میگن شنبه مقدس، بعد یک شنبهش عید پاکه. یعنی این چند روز پشت سر هم، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه،
اینا جمعه که میشه ایام عزاشونه، یعنی اگه شما تصاویر دیده یا دوستان محترم یه سرچ کوچیکی بکنن توی اینترنت بزنن مثلا عزاداری مسیحی، تصاویر میبینن که مثلا صحنه دلخراشی از اینکه مثلا حالا پوست بدنشون رو میکنن یا مثلا خودشون رو واقعا به صلیب میکشن، حتی میخ به دستشون فرو میکنن و خودشون رو میخوان شبیه مسیح کنن، یا یک وسیله های برنده ای دارن که خون از بدنشون میاد بیرون، لت میزنن به قول معروف. دقیقاً این کار کی انجام میشه؟ این روز جمعه انجام میشه، روزی که عیسی مسیح طبق نقل انجیل به صلیب کشیده میشه. چهارشنبه خاکستری که فرمودید بیشتر اون مال موقعی که عیسی مسیح میخواد دستگیر بشه و اینها توی اون موقع است. اینا جمعه به عیسی به صلیب کشیده میشه، حضرت عیسی وقتی جمعه به صلیب کشیده میشه داخل قبر میگذارن، شنبه داخل قبر، یک شنبه صبح که میان قبر رو چیز کنن مراسم تو انجام بدن، میبینن که عیسی داخل قبر نیست. و به این میگن عید پاک، روز برخواستن عیسی از قبر، روز که این کیه. حالا دقت دارید، من اگر حالا دقت کرده باشین عیدهای مسیحی با روز هفته یکیه، مثلا میگن چهارشنبه خاکستر، خب هیچ وقت نمیشه مثلا بگه مثلا ما 6 ژانویه این عیدو میگیریم، یا مثلا 21 مارس مثلا میگیریم این عیدو، چون ممکنه 21 مارس مثلا یک شنبه بشه، ممکنه پنج شنبه بشه، ممکنه شنبه بشه. اینا روزهاشون اعیادشون با روز هفته یکیه، مثلا میگن یک شنبه بین 22 مارس تا 25 آوریل اولین یک شنبه، درست. یا مثلا میگن اون روز جمعه هر جمعه بین 20 مارس تا 23 آوریل، اون اولین جمعه که توی این مدته انجام میشه، یعنی اون روز هفته براشون مهمه، روز جمعه است، روز شنبه است و روز یک شنبه، که روز یک شنبه عیسی مسیح طبق نقل مسیحی معتقدن که از قبر برمیخیزه و 40 روز با حواریون زندگی میکنه. 40 روز بعد، یعنی 40 روز بعد از این یک شنبه که بستگی داره که چه روزی از ماه آوریل باشه، از ماه مارس یا ماه آوریل باشه، 40 روز بعد روز عروج عیسی مسیحه، بهش میگن که اونم روز پنجشنبه است، یعنی توی روز پنجشنبه ای که 40 روز بعد از این اتفاق هست، روز عروج عیسی مسیحه که این روز رو هم جشن میگیرن و به عنوان یکی از روزهای مقدس، که 10 روز بعدش عید پنتیکاست، عیدی که روز نزول حواریون بعد عیسی مسیحه، این تقریبا یکی از اعیاد مهم مسیحیاست که عید پنتیکاست بهش میگن، که تقریبا تبلیغ مسیحیت از این روز شروع میشه. این که شما از دین یهود آغاز کردید طبیعتاً به خاطر قدمت دین یهود بود. دقیقاً. وگرنه اگر بخوایم حساب بکنیم شاید تنوع اعیاد در دین مسیحیت خیلی بیشتر باشه، درسته؟ البته تنوع اعیاد در مثلا آیین زرتشت همه ادیان بیشتره از ادیان مثلا نه به نسبت دین یهود. آره، من قدمت رو تقریباً شروع کردم و هم خانواده بودن رو آغاز کردم. دیگه مثلا یه سری اعیادی هم دارن که اعیاد مثلا منطقه‌ای یا اعیاد مهم قبیله‌ای، حالا هم قبیله‌ای هم جهانیه، مثلا روز قدیسین، روز ارواح، روز مثلا آبستن شدن مریم، نمیدونم روزی که نمیدونم حضرت مریم عروج کرد، روزی مثلا یه اعیاد این شکلی برای خودشون دارن، آبستن معصومانه، نمیدونم حالا خود کریسمس، البته خب کریسمس یه عید جهانی تو محسوب میشه، کریسمس که البته خب این عید دانشمندان معتقدن که عید مسیحی نیست، چون به هیچ وجه اون چیزی کتاب مقدس اشاره میکنه تا صراحت نداره کتاب مقدس، تولد عیسی مسیح توی آخر شهریور ماه، نه توی دی ماه، و این روز روز تولد میترا بوده، روز تولد خدای خورشید بوده، و چون اون زمان میترایست در روم یه دین گسترده و جهانی بوده، این روز رو به عنوان عید میترا جشن میگیرن. از همینجاست که تشابه بین زرتشت و مسیحیت در واقع شکل میگیره. یکی از بحث‌های بسیار اساسی که حالا اگه فرصتی بود و زمانی میشه راجع به این بحث بسیار مفصل و مبسوطی رو داشت. یکی عید بسیار مهمی هست که بحث بسیار مهمی هست، اصلا چرا باید 25 دسامبر جشن گرفته بشه برای تولد مسیح، در حالی که هیچ نشانه‌ای در هیچ کتابی نیست که عیسی مسیح این روز متولد شده، و آنچه کتاب مقدس به اشاره نقل میکنه داخل شهریور ماهی که خیلی هم همین رو معتقدن، و چطور شد که یه دفعه 25 دسامبر شد روز تولد عیسی مسیح؟ 5 روز قبل از کریسمس. به خدمت شما شد که روز تولد عیسی مسیح شد، خودش بحث بسیار مفصل جنجالی بسیار زیادی رو در پی داره. خیلی ممنون و متشکریم از جناب آجاتالاسلام المسلمین حاج آقای کاشانی که در زمینه اعیاد در دین یهود و در همچنین در
دین مسیحیت توضیحاتی رو دادن. از این به بعد انشاءالله خواهیم شنید همین عید و فلسفه عید رو و روزهایی که به عنوان عید گرفته میشه در دین آینه هندو، ادیان شرق، ادیان هندو. یعنی در واقع اونجا مغرب زمین بود، الان داریم میرسیم به مشرق. مشرق. بله بله. بریم به سمت مشرق زمین. تو اعیاد هندی، خب مهمترین دینی که در هند هست آینه هندویسم. این آیین آنچنان که افتاد و دانی یک دین چندگان پرسته و تشدد فکر و اینا ماشاءالله خیلی زیاده، یه چیزی که مثلا شاید در یک مقوله خودش یه بحث مفصلی رو برای خودش میطلبه. ولی خب من به عنوان نمونه و اشاره، بخاطر اینکه بینندگان محترم و همچنان شنوندگان عزیزی که در فضای بیلوکس در خدمتشون هست، ما این چند دقیقه ای رو بناست در فضای عید در ادیان باهاشون هم سخن بشیم، سخن بگیم. اعیاد هندی فلسفه های متعدد خاص خودش داره. مثلا یکی از اعیاد هندی عید هولیه، بهش میگن عید هولی. عید هولی یک عیدیه که خیلی جشن دارن، خیلی سناسدار دارن، گرد سرخ اصلا هم گرد قرمز میکنن، گرد رنگی به هم میپاشن، آتش بازی میکنن. و این روز روز بزرگداشت کاما، ایزد میل جنسیه، و یک عیدیست که هندوها خیلی بهش چی میکنن. بعض از اعیادشون مثلا روز مثلا شب زنده داری دارن، دعا دارن، نذر دارن، روزه دارن، که مثلا روز مثلا تولد الهه شیواست یا روز تولد الهه مثلا راماست، که باز روزه دارن، مراسم این شکلی انجام میدن. یا یک روز دارن به اسم گنگا دو سهرا که به افتخار الهه گنگاست، که میدن توی، اگه تو فیلم های مثلا هندی هم داده باشین، یه روزی هستش که مثلا هندی ها میدن توی رود گنگ و چیز میکنن، خودشون شستشون میدن، غسل میکنن، که همین روز هست. یک عیدی هم دارن که 12 سال یک بار برگزار میشه به اسم عید کومبه هاملا، که این عید هست که 12 سال یک بار که میرن باز توی رود گنگ و اونجا به شستشو میپردازن و به اصطلاح اعمال عبادی خودشون رو انجام میدن. این هم مثل همون عیدیست که قبل از فرارسیدن اون موسی میرفتن و اعتراف میکردن به نوعی، در واقع میشه یه مشابهتی بین اینها گرفت؟ نه، اون بحث جمعه البته خب در این که مثلا روزه میگیرن، اون ایام لنت، آره ایام لنت بود که روزه میگیرن، آره. ولی خب شباهت زیاده بین آیین هندویسم و آیین مسیحیت هست. حالا من بخوام چیز کنم، اشاره کنم، بحثش بحث مفصل چیزی هست. یه روزی هست، یه روزی هست به اسم که روز تولد مارهاست، و میدن توی معبد و کوزه های شیر برای مار، برای موش، که تصاویرش هم هست اتفاقا، که مثلا یک ظرف های بزرگی هست که اونجا مارها و موش ها مثلا میان از اون ظرف ها، و این ایمانداران هندویی میان برایشون ظرف شیر چی میکنن میریزن. یا یه جشن دارن که خواهرها یا خانم های مچبندایی رو به برادرها میدن که اله... مثلا ارواح شریر اونا رو اذیت نکنن، اونا رو آزاد ایدلاکشا اونا رو آزاد نرسونن. حالا عید تولد خدایانشون هست، حالا کریشنا، راما، شیوا و خدایان دیگه که در هندویز هست. این اعیاد اعیادیست که هندوها بهش اهمیت میدن، مراسم خاصی رو دادن و عمدتا هم بر محور تولد خدایانشون میچرخه. مثلا این روز این خدا متولد شده، این روز این خدا این کار کرده. یعنی اون خدایان هندی، حالا خدای میل جنسی، خدای نابود کننده، خدای نگه دارنده، خدای خلق کننده، خداهای متعددی که آیین هندویسم هست، این اعیادشون هم به همون مقدار متنوع. تعدد الهه ها در هند خیلی زیاد هست. بله، خب میدونی که هند کشور خدایانه. درست. و خود الهه های متعددی رو اونا پرستش میکنن. مثلا یک الهه ای که من فراموش کردم، عید دیوالیه، که یه جشن مهمی هم هست توی هند، که توی این روز الهه ثروته، دیوالی الهه ثروته، که مغازه دارا و بانک دارا و دکان دارا و اینا چی میکنن، لباس نو میپوشن، مغازه هاشون نو میکنن، به دیدن همدیگه میرن. یعنی روز ثروتمنداست به صلاح. چقدر از این مراسم ها در واقع داره الان در زمان حال حاضر در هند داره در واقع
بهش اهمیت داده میشه. همه این مناسبت ها واقعا گرامی داشته میشه توسط خودشون. اون چیزی که من دارم میگم توسط ایمانداران هندی داره رعایت میشه، یعنی ایمانداران هندی همه موظفند و همه این مراسم خود به جا میارن، اعیاد انجام میدن، رسومات رو به خدمت شما هست که به جا میادن. ولی خب ممکنه یه عده‌ای باشن که اون اصالت دینی رو شاید بهش نداشته باشن، مثلا اونا دیگه مثلا حتی ممکنه هندی باشه ولی مثلا کریسمس رو جشن میگیره، یا مثلا یه عید دیگه رو جشن میگیره که براش مثلا اصالت دینی زیاد مهم نباشه. اونا خب البته در همه ادیان هم هست. خیلی ممنونم از لطفی که داشتین در این برنامه، برنامه ادیان تطبیقی که به اعیاد در ادیان پرداختید. اما ظاهرا عیدی که الان میخواییم بررسی بکنیم در آیین بودیسم هست، درسته؟ بله. خیلی ممنون میشم که باز هم ما رو همراهی کنید در برنامه با توضیحات کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین حاج آقای کاشانی که در مورد اعیاد در بودیسم برای ما انشاءالله توضیحاتی رو خواهند داشت که بسیار هم زیبا هست و بسیار هم خوب برای همه بینندگان عزیز و به خصوص کسانی که در فضای مجازی برنامه ما رو دنبال میکنن. در آیین بودیسم شباهتش با مسیحیت خیلی زیاده. مثلا ما گفتیم در مسیحیت عمده اعیاد پیرامون یک شخصیت، اتفاقاتی که برای این شخصیت افتاده، از تولدش، از مرگش، از به اصطلاح حالا آبستن شدن مادرش، از عروجش، از چیزهای مختلفش. در بودیسم هم تقریبا همین شکل و شمایل رو داره. مثلا روزی که بودا متولد میشه، روز تولد بودا، روز تنویر و روشنگریه، که روزی که بودا میمیره، روزی که جسد بودا سوزانده میشه، روزی که بودا نخستین موعظه‌ش رو انجام میده که مثلا در جوان انجام میشه، روز گوشه نشینی و اینکه بودا اون ریاضتش رو شروع میکنه که بین مثلا اکتبر تقریبا انتور ماه اکتبر انجام میشه، باز یه گوشه نشینی دیگه بودا داشته که باز مثلا اون در وقت دیگه انجام میشه. اعیاد عمدتا حول محور بودا میچرخه که بودا فلان کاری کرد پس عیده، بودا گوشه نشینی کرد پس عیده، بودا متولد شد عیده، بودا از قصر اومد بیرون پس عیده، بودا مرد، بودا سوزوندن. یعنی اعیاد یک اعیادی است که در حول شخصیت بودا انجام میشه. اصلا اعیاد حالا نیمه خرافی هم وجود داره، مثلا جشن ارواح گرسنه، یا مثلا یک عیدی هستش که مخصوص کاهناست که حتی مثلا نوآموزایی هم راه نمیدن تو اون عید، فقط کاهنا باید تو اون عید مثلا چیز کنن، یا روز مثلا اتفاق 9 رزیلت و 10 فضیلت، چیز بحث قانون کارما توی آیین بودیسم. این اعیاد اسکاله به صورت مختصر و خلاصه در بودیسم وجود داره حول محور بودا. خیلی هم ظاهرا فردی صورت میگیره، درسته؟ نه، یعنی به شکل اجتماعی نیست. توی آیین بودیسم اعیاد اجتماعی هم زیاد دارن ولی فردی هم هست. اجتماعی تمیده تقریبا مراسم و رسوماتی که میگیرن هم به صورت فرضی، مثلا زیارتگاه هایی رو دارن، مثلا هر کدوم از این اتفاقاتی که من دارم عرض میکنم، تولد بودا الان یک معبده، اون مکان یک معبده، حتی میدن تو اون معبد، یا مثلا ریاضت بودا که نخستی موعظه بودا الان اونجا یه معبده، حتی مثلا مقیدن که بدن تو اون معبد این عید و اون روز بدن تو اون معبد اون عید رو بزرگ بدن و احترام کنن. گستره دین بودیسم الان در واقع به چه وضعیتی هست؟ آیین بودیسم خاصگاهش هندیه، ولی مثل مسیحیتی که خاصگاهش اورشلیمه ولی در اورشلیم باقی نموند به اروپا رفت، بودیسم هم خاصگاهش هندیه ولی در هند باقی نموند به چین رفت. و تقریبا چین یک کشوری هستش که عمدتا بودایی محسوب میشن و خب طبعا یکی از ادیان بزرگ جهان هست که حالا بعد از مسیحیت و اسلام مثلا چیز یکی از ادیانی که جزو ادیان بزرگ محسوب میشه، اونم به لطف اینکه در کشور چین هست و کشور چین هم کشور پرجمعیتی هست، به این دین بهای به اصطلاح وزن خودش رو داره در کشور چین. خیلی متشکرم جناب آقای کاشانی عزیز. اگر بینندگان عزیز و کسانی که مخاطبین این برنامه هستند بخوان راجع به این موضوعات به منبع و کتاب مشخصی برای اینکه بیشتر اطلاعات خودشون رو کامل بکنن مراجعه بکنن، چه کتابهایی رو شما معرفی می‌فرمایید؟ در موضوع ادیان تطبیقی که موضوع این سلسله جلسات ما هست
متاسفانه و من اسف خیلی کم بهش پرداخته شده و خیلی هم پربرکته، خیلی پربرکته، خیلی فواید زیادی رو داده، هم فواید علمی داده هم فواید تبلیغی داده، ولی متاسفانه از نگاه پژوهشگران ما مقفول مونده، یا اگر هم پرداخته شده آنقدر عمیق و کاربردی نیستش که بشه استفاده خاصی رو ازش کرد. ولی خب به صورت مثلا پراکنده، مثلا کتابایی که در بحث مسیحیت نوشته شده، خب اعیاد مسیحی رو هم مثلا ممکنه مطرح کرده باشن، یا در بحث یهودیت کتابی نوشته شده ممکنه توش مثلا عید پوریم رو هم یا عید مثلا کفاره رو مثلا اینم مطرح کرده باشه. باید بدن سراغ کتاب، مثلا یه کتاب مشخصه که ادیان، تاریخ ادیان جهان مال جان بیناست، خب کتابی هستش که معمولا این مباحث رو توی هر دینش مطرح کرده، اما کتابی که بیاد اینا همه رو دستبندی کنه، هدف گذاری کنه، یک کار پژوهشی عمیقی صورت گرفته باشه که موضوع این جلسات ما هم همین بحثه، کمتر بهش پرداخته شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته. خیلی متشکرم از این معرفی که فرمودید. اما میرسیم به اعیاد و جشن‌های ایرانی. اعیاد و جشن‌های ایرانی که مطمئناً بسیار کهن هست و قابل توجه، و فکر کنم که در واقع صحبت زیادی در این باره خواهد بود. خواهش میکنم. با اعیاد ایرانی، خب طبعا ایرانی ها و ایرانی زبان ها با عمدش آشنایی دارند. عید نوروز هست که یکی از مهمترین اعیاد ایرانی هست که در اول فروردین انجام میشه. 13 بدر هست که 13 نوروز برگزار میشه. جشن سدر رو دارن که تو بهمن ماه انجام میشه. جشن سوری هست که چهارشنبه سوری انجام میشه. جشن آبریزان هستش که توی 13 تیر انجام میشه. شب یلدا هست که در به صدا شب چله انجام میشه، ابتدای زمستان که طولانی ترین شب سال رو با خودش یدک میکشه. یا مهرگان، جشن مهر هست که ابتدای مهر انجام میشه، به همون نسبتی که اول فروردین هست اول مهر هم هست. به خدمت شما هست که 13 تیر هم هست، اول زمستان هم هست، یعنی تقریبا اول هر فصل یک عید مفصلی در آیین‌های ایرانی برگزار میشده. چرا اون وقت نوروز رو خیلی اهمیت ما میدیم و ایرانی ها فقط نوروز رو توجه بیشتری میکنه؟ نکنید من حالا نمیخواستم الان وارد فضای فلسفه اعیاد بشم که چرا مثلا این روز گرامی داشته میشه که چرا این روز گرامی داشته نمیشه، ولی ایرانی و ایرانی جماعت به طبیعت خیلی احترام میگذاشته. درست. و اگر دقت کنید اعیادی هم که داره، اعیادی است که همه یک عنصر طبیعت توش وجود داره. میگه اول فروردین، نمیدونم شب یلدا، نمیدونم 13 بدر، یا مثلا مهرگان، جشن آبریزان، جشن سده، اینا همه یک عنصر طبیعت توی این اعیاد وجود داره و این نشون از عمق احترامی است که ایرانی ها برای طبیعت قائل بودن. درست. و حتی بعضی وقتا این احترام به افراد هم گرایده می شده. مثلا شما اگر نگاه کنید در مثلا حالا آیین هندو مثال بزنم و تطبیق بدم تو آیین ایرانی، مثلا در هند ما گاو رو خیلی مقدس میدونن، بعدا میگن گاو پرست، حالا که مثلا بحث این است که گاو یک موجود بسیار مقدسیه برای هندو، خب اونم آیین آریایی محسوب میشن و همین اتفاق در آیین هند و آیین ایرانی هم هست. گاو یک عنصر طبیعت که بسیار پربرکت بوده، پوستش، گوشتش، شیرش، فرزندش، به خدمت شما ثابت که زندگی ایرانی ها بوده، زندگی آریایی ها بوده، یعنی از روی حکمت بوده که گاو عنوان مظهر تقدس بهش توجه می شده. بعد اون وقت این افراد پیدا می کنن. درست. الان مثلا می دونم توی هندویزم چقدر گاو یا حتی چقدر کشته میشن سر اینکه مثلا یک مسلمانی آمده به یک گاوی بی احترامی کرده یا مثلا گاوی رو کشته، یا مثلا یه گاوه مثلا بیاد توی خیابون رو بندون میشه و کسی هم نداده به اون گاوه بگه بلند شو برو، باید همه ماشینا وایس هم تا گاو هم خودش خواست بلند شه از اون خیابون بره. یا مثلا شما بیاد وارد ادن ایرانی بشین، میگن مثلا زنها ایام خاصی که پاک نیستند، وقتی که اون ایام میاد خب اون نجس میشن زنها. تو آیین ایرانی هم هست، تو کتاب وندیدا، تو اوستا هم این مطرح هست. بعد خب میگه حالا چیکار بکنم که پاک بشن؟
خب دستور عملی که وندی داد داده، من حالا میخوام روی قسمت توجه به طبیعتش زوم بکنم. درست. میگه سه تا گودال باید بکنن که در دو تا گودال ادرار گاو باشه و این زن داخل این گودال بده، در گودال سوم آب، و وقتی که این سه تا گودال رو گذراند پاک میشه. طبیعت گرایی و عنصر طبیعت در روح آریایی و حالا به خصوص ایرانی بسیار متبلور بوده. اعیادشون هم اعیادی است که به طبیعت چی میشه، و خب عنصرهای خیلی مهمی خوبی هم توش هست. مثلا همه شما میبینید امو نوروزی که مثلا توی عید مطرح میشه، بس این است که مثلا چهارشنبه سوری، مثلا خب اینا مثلا اعتقاد داشتن که چهارشنبه سوری که میخوان آماده بشن برای جشن نوروز باید پلیدیاشون رو دور بریزن، و اذا میرفتن روی آتیش مثلا میگفتن که زردی، نمیدونم سوخی تو از من، زردی من از تو، که چه. یا مثلا شما الان نگاه کنید، من میخوام دو نقطه توجه بدم که به عنصر طبیعت ایرانی اهمیت میداده، و البته بعضی وقتا این به افراد کشیده میشه. بحث این است که مثلا یک ایرانی باید مرده خودش رو دفن بکنه. خب اون چیزی که تو اوستا داره دستور میده به این کار، میگن که مرده پاک یک عنصر پاکه، مرده نجسه، و حق نداری شما خاک رو با خاک، هوا، آتش، آب، چهار عنصر پاکی تشکیل دهنده طبیعت، بله، در آینه زرتشتیات مقدسه و مورد توجه. این چهار عنصر عنصر پاکند، و شما وقتی که این چهار وقتی یک کسی میمیره نباید دفنش کنید، چون خاک رو آلوده میکنید. پس چه کار میکنید؟ اگر یزد تشریف ببرید یه جایی سر کوه میکنید، میگن دخمه، سر کوه سنگی یک دخمه درست کردن، یک قلعه درست کردن، مرده رو اونجا میذارن ایستاده، لاشخورها میان، حیوانات موذی میان و این مرده رو میخورند، و فقط استخونش باقی میمونه، و بعد اون مسئول دخمه میاد این استخون رو پاک میکنه، چاره میکنه و توی یک چاهی اون وسط میریزه، که به خاطر اینکه مثلا نکنه طبیعت آلوده بشه، با خاک یکی بشه، مرده های خودشون رو مثلا میدارن که لاشخورها بخورن. و تو مثلا منطقه لاشخورها خیلی زیاد بودن که میامدن که این مرده ها رو مثلا بخورن، غذای خوبی هم برای لاشخورها. خب یه مقدار مثلا برای ما ممکنه الان مثلا بگیم پدرمون رو بریم لاشخورها بخورن، هم بی احترامی محسوب بشه، همین که مثلا خیلی چندش آر بشه برامون، ولی ایرانی به این اهمیت میده که طبیعت رو باید پاک بده. این ایام چیزه، ولی خب توی هر ماهی هم بازی هست، روزاشون عیده، که اگه مثلا حساب کنه تقریبا 200 روز از سال تو آیین زرتشتی به یک نحوی به یک مدلی مثلا عید محسوب میشه. یک دین پر عیدی هست آیین زرتشتی. به عنوان عید رسمی هم یاد میشه در نهادهای دولتیشون؟ البته خب زرتشت الان که صاحب دولت جایی نیستش که مثلا بگیم نهاد دولتی، ولی در زمان ساسانیان، در زمانی که اون زمانی که زرتشتی ها در ایران قدرتی رو داشتن، بله این عیدهایی بوده که پاس داشته میشده، احترام گذاشته میشده و به اونها بها داده میشد. خیلی ممنونم از حضرت عالی که در این برنامه حضور دارید و در ارتباط با عید در ادیان دارید توضیح میدید. موضوع خاصی هست بفرمایید. و من فکر کنم یک مسئله مهمی رو شما فراموش کردید، اونم اسلام. بله بله، دین اسلام که ما همه ادیان رو رفتیم اما از اسلام ماندیم. اما نکته‌ای که هست اینه که اسلام از همه این زیبایی ها واقعا اومده، میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. به خدمت شما سبت که اسلام چون آخرین دینه و جامعه تمام صفات کمال و جمال همه ادیان هست و اون خلافه ها و پیرایه های ادیان رو کنار گذاشته، خیلی مهمه که ما بدونیم اعیاد اسلام چیه، چرا و به چه دلیل. اسلام خب چند تا عید مهم داره، مثلا عید فطر هست که فلسفهش مشخصه، 30 روز ایمانداران روزه میگیرن، ایام پرهیزکاری دارند. حالا این 30 روز باید شکر به جا بیارند که خدا ممنونیم که ما توفیق داری که 30 روز مهمان تو باشیم، و این روز روز مهمانی خداست. جذاب ترین جملاتی هم که گفته میشه در همون نماز عید فطر هستش، که واقعا یک پرستش عاشقانه است. مخلصان و مخلصین و اینها سخن میگه که واقعا هر بنده ای اون روز یک حال و هوای خاصی داره کاملا، و یک حس معنوی تمام مجامع اسلامی رو در بر میگیره. غیر از این که میگه حالا که عید شد یه پولی هم بده، زکات فطره. چرا؟ اونی که نداره هم عید داشته باشه. تو داشتی؟ داری؟ خدا رو شکر یه پولی بده به اون فقیر، به اون بیچاره، به اون بینوا، بذار اون هم در شادی تو شریک بشه. چقدر زیباست واقعا.
این مثلا فلسفه عید فطر که یکی از اعیاد بسیار زیبایی هستش که سنت های زیبایی باشه، و جالبش اینه که اون سوالی که شما اول بحث مطرح فرمودید که چرا عید میگیرن، من در یک جمله گفتم به خاطر خدا. خدا پیداست. مثلا یه وقتی هست یک عیدی برگزار میشه، مثلا فرض کن عید، مثلا حالا نمیخوام از دین خاصی بخاطر اینکه ممکنه شرطم بشه نام ببرم، ولی عیدی برگزار میکنن، خدا گمه تو این عیده، رقصهای خودشون، سنتهای خودشون، کارهای خودشون، شادیهای خودشون، خدایی نیست، جنبه جسمانی و انسانیش خیلی بیشتره، ولی تو عید فطر خدا پیداست، میشه ببینیش، میشه لمسش کنی، میشه ارتباط باش برقرار کنی. یا از اعیاد مهمی که توی اسلام هست عید قربان. خب دلیلش رو چنان که افتاد و دانی داستان نیست که ابراهیمی آمد و اسماعیلی رو به قربانگاه برد و خدایی گفت که اسماعیل از تو پذیرفتیم، گوسفندی رو به جای اسماعیل ذبح کن. این عید هر ساله توسط مسلمان ها پاس داشته میشه، مخصوصا مسلمان هایی که در منا هستن باید قربانی کنن. بقیه مسلمان توصیه شده که اگر توانایی دارید یک قربانی کنید، گوشتش هم بدید به فقیرها، نکنید یه قسمتش هم خودت بخورا، نمیخوای کلش رو بدی به فقیر، یه قسمتش هم خودت بذار، یه قسمتش هم بده به فامیلا، یه قسمتش هم بده به فقیرا، هم صله رحم به جا بیار، برادرت، عموت، پسرت، داداشت، هر کسی از دوستان و اقوامت هست صله رحم انجام دادی، یک هدیه بهشون دادی، و هم فقیر رو شاد کردی، یعنی عنصر این که به فقرا برسید، فقرا دست فقرا رو بگیرید، توی اعیاد اسلامی خیلی متبلوره. اعتدال خیلی مهمه. دقیقا که هم خود و هم دیگران. دقیقا. این دوتا از اعیاد بسیار مهم. یا مثلا شما عرفه رو نگاه کنید، عرفه یکی از اعیاد اسلامیه. ما تو عرفه چیکار میکنیم؟ میریم تو بیابون، حالا اونی که مستحبه، حالا میکنه کسی زیر سقف هم این کار انجام بده، ولی میگه برو تو بیابون زیر سقف آسمون بشین، یه دعایی هست شاید 3 ساعت طول میکشه، اشک بریز، به خدا بگو خدا دوست دارم، خدا بگو خدا بد کردم، به خدا بگو خدا میخوام برگردم. دادیم روز عرفه یک بنده خودش گدایی میکرد، امام دیدش عیب بهش زد، گفت امروز داری گدایی میکنی؟ امروز همه پادشاه دادن از خدا گدایی میکنن، تو اومدی از بنده خدا گدایی کنی؟ خدا قشنگ توش پیداست، میشه باشه اصلا برقرار کرد لذتی که واقعا در چنین روزی و بخصوص در روز بله عرفه هست واقعا. یا قابل یه سری اعیادی هستش که دیگه اعیاد مناسبتی، مثلا شب میلاد امام زمان، یک روز بهانه است برای دوست. توی قم، شهر قم، مراسم قشنگی برگزار میشه، تو خیلی از شهرهای ایران هم این هست. ما آقا داریم، ما یک اربابی داریم که ما رو میبینه، هر چه داریم از اوست، پیش ماست، درست به خدمت شما هست که گمش نکنیم، فکر نکنیم که کسی نداریم. اون وقتی که گرفتاری، اون وقتی که مشکل داری، اون وقتی که احساس میکنی پدری نداری، یه پدری هست که تو رو پدری کنه. یه روز به بهانه او بیایم دور هم جمع بشیم، شاد باشیم و از خدا فرجشو بخوایم. گم نکنیم که هدف ما چیست، آمدن دوست. اینو نباید گمش کنیم. این روز روزیه که همه جمع میشن، همه میان و همه یک صدا میگن که بازگردد عاقبت آن در، بلی رخ نماید یار سیمین بر، بلی نونه حال حسن آیت سوی باغ، بشکفت آن شاخه های تر، بلی. روز نیمه شعبان، روزی که چه اعمال زیبایی هم هست، شبش احیا هم در بگیر. شبش احیا نیمه بگیر. شعبان هم در بامدادش، هم دعای کمیل و هم دعای نطبه. عید قدیر هست، بدان که علی امیر توست. عید مبعث هست، بدان که پیامبر اسلام محمد رسول خدا فرستاده خداست. نه همه نشانه هاست که ره گم نکنیم. یه روز برای پیامبر بیا، یه روز برای امیرالمومنین بیا،
با نهج البلاغه آشنا بشو، با معارفشون بدان، با معارفشون آشنا باش. روز میلاد معصومین هست که در اسلام مهمه، بهش احترام گذاشته میشه و از این دست اعیاد، اعیادی است که حالا هر جمعه عیدی است که ما اون روز رو باید بزرگ بداریم، احترام کنیم، مراسمات خاص خودش رو انجام بدیم، یه روز بذاریم به بزرگترها سر بزنیم. و برخی از اعیاد مثلا عید نوروز، آیا عید نوروز اسلامی هست یا اسلامی نیست؟ اتفاقا روایت های متعدد داریم که این روز عید قدیر در عید نوروز هم اتفاق افتاد، یا داریم که مثلا امام کاظم علیه السلام این روز رو جشن میگرفت، حتی مثلا شیرینی میگذاشتند. که البته خب بعضی مثلا چیزای دیگه‌اش که مثلا جنبه‌های خرافی پیدا میکنه که از در بعضی طول وقتا زمان ها متاسفانه یه اتفاقاتش بله اینا رو خب اسلام تایید نکرده، ولی خب عیدهای خوب عیدی بیاید بذار که از خدا سپاسگزاری کنی که طبیعت داده از نو متولد میکنه. چش یعنی کاربرد عملی اون سفارشات اخلاقی اسلام رو کاملا در عید بله. نوروز ما میبینیم. و همون نکته که شما فرمودید که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، نکته خیلی مهمه که در اسلام در ایران به طبیعت اهمیت میدن و اسلام اینو تاییدش کرده که از خدا تشکر بکن، یک روز بذار برای تشکر از خدا به خاطر طبیعت خدا، به خاطر نو شدن طبیعت، این روز پاس بدار، احترام بذار و تشکر کن. واقعا هم تعصب در دین اسلام وجود نداره، اون حقیقت نگری خیلی مهمه که در کجا چیز خوبی هست اون تایید بشه و هر نکته انحرافی که هستش در واقع در برابر اون در واقع موضع منطقی و صریح خودش رو اعلام کرده. بله خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای. خیلی خوب حرفی کردیم. سلامت باشید. خیلی متشکرم. شبکه جهانی سامن این چند دقیقه رو در خدمتشون بودیم و همچنین شنوندگان عزیزی که در فضای مجازی در خدمتشون بودیم. انشاءالله اگر سوالی مطلبی داشتن انشاءالله حتما خواهیم شنید و استفاده میکنیم. خب جناب حاج آقای کاشانی در این قسمت از برنامه اجازه فرمایید یک میان برنامه ای رو تقدیم بینندگان عزیز بکنیم تا انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. فرمودن که در روز سبت بوده که در اسکندریه مسیحیان به یهودیان حمله کردند و با سنگ اونها رو کشتند و یهودی ها نتونستن دفاع کنن از خودشون چون روز سبت بوده و نمیشد. آیا این صحت داره و اگر هست در این مورد یه توضیحاتی رو بفرمایید؟ نمیدونم سوال مفهوم بود جناب کاشانی یا نه؟ استاد اگر سوال مفهوم بود من میکروفون رو تقدیم شما بکنم. سوالی دوستانمون مطرح کردن که از جناب استاد جناب آقای دکتر کاشانی که ظاهرا برمیگرده به دین یهود در اون روزی که کشته شدن یهودیان هستش. درسته قابل بله. این نکته که دوست عزیزمون گفتن این مسئله در بین یهودیا مطرح هست که در روز شنبه هیچ کاری نباید انجام بشه که منم اشاره کردم توی بحث و این همیشه تبدیل شد به یک نقطه ضعفی برای یهودیا در میدان‌های جنگ که دشمناشون می‌دونستن که روز شنبه یهودیا حق هیچ کاری ندادن، معمولاً حملات اساسی روز شنبه انجام می‌دادن. البته می‌تونستن خودشون دفاع کنن ولی فقط در حد دفاع، حمله نمی‌تونستن انجام بدن. و اتفاقاً اگه ما تو تاریخ اسلام هم نگاه کنیم می‌بینیم که توی تاریخ اسلام وقتی که در یکی از نبردهای بین مسلمان‌ها و مسیحی‌هاست، وقتی مسلمان‌ها حالا پیدا به خیانتی که یهودی‌ها انجام میدن قلعه یهودی‌ها رو تسخیر می‌کنن، یهودی‌ها به خودشون میگن که امروز روز شنبه است. مسلمان‌ها میدونن که ما امروز نمیتونیم حمله کنیم و امروز در حال استراحتند، خاطرشون از طرف ما جمعه، بیایم یک نقشه‌ای بریزیم و امروز کار مسلمان‌ها رو یکسره کنیم، حمله کنیم، مسلمان‌ها رو از بین ببریم. و از این قفلت مسلمان ها به خاطر حسن اعتمادی که ما دادن که ما رو شنبه کار نمی کنیم سوء استفاده کنیم، که حالا بعد به دلایلی مورد تصویب یهودی ها قرار نمی گیره. به هر حال این نقطه ضعف وجود داشته در میانه و خب اتفاقا یکی از مسائلی کمی هم که هست همین داستانی است که دوست عزیزمون مطرح کردن در مورد یهودیان اسکندریه که کلا در اروپا در قسمت های مسیحی نشین
به یهودی نگاه بسیار بدی میشد، یعنی دشمن اول یهودیا بودند. یهودیا باید لباس های متفاوتی می پوشیدن، یهودیا باید تو محله خاص زندگی می کردن، یهودیا باید طبقه ضعیف بودند، کشتار زیادی ازشون می شد و یهودی های شرق در آزادی و یهودی در منطقه اسلامی بودند، آزادی و کیز به سر می بودند که نمونه های این کشتار ها از یهودیا که توسط مسیحی ها صورت گرفته در تاریخ بسیار زیاده، که اگر یک سرچ کوچیک دوستان توی اینترنت بکنن میبینن که خیلی موارد این شکلی رو میتونن پیدا بکنن. بله خیلی متشکرم، منتظر سوال بعدی هستیم انشاءالله که بشنویم سوال رو و استاد بزرگوارمون آیه دکتر کاشانی به این سوال پاسخ بدن. در مورد عید پاک و عیدی که مخصوص ارامنه هست در ایران توضیح خواستن این دوست گرامیمون و بزرگوارمون، نمیدونم سوال واضح بود یا نه، در مورد عید پاک مسیحیان و ارامنه در واقع. بله میکروفون تقدیم شما. خیلی متشکرم. عید پاک یکی از مسائل و سوالاتی است که دوستانمون پرسیدن و جناب چطور سامان مسلم آقای کاشانی در این باره توضیحات کافی رو گرچه در گذشته دادن اما الان به شکل خیلی مشخص تری خواهیم شنید. حالا در همچنین که در طول بحثم اشاره شد، عید پاک روزی است که حالا همون تقریبا مصادفه با همون عید پسح یهودیه، روزی که یهودی ها از مصر بیرون میان و هر ساله اون روز رو جشن میگیرن و باید غذای تلخی بخورن به یاد بوده اینکه دوران تلخیه به خدمت شما از شود که ایام اسارت 400 ساله فرعونیان رو فراموش نکنن و این روز مصادف میشه با روزی که عیسی مسیح طبق نقل انجیل به صلیب کشیده میشه. البته عرض کردم که ما قرآن این رو نمیپذیره، میفهمید شبه لهم، کسی به صلیب کشیده شد ولی او عیسی نبود، شبه لهم براشون امر مشتبه شد چون نمیشناختن که عیسی کی بوده، حتی مثلا مجبور شدن پول بدن به یکی از مثلا حواریون به عنوان یهودی اسقلیوتی که مثلا عیسی رو از بین حواریون برایشون معرفی کنه، یعنی اینقدر عیسی ناشناس بود بین یهودیای اون زمان و لذا شد به حله هم امر برایشون مشتبه میشه. این در همین روزه که میاند و مسیحی ها رو به خدمت شما از شود به عیسی مسیح رو به صلیب میکشن که روز جمعهش رو به عنوان جمعه صلیب عزاداری میکنن، حتی شب زنده داری میکنن، ذکر میگن، شنبهش با همین دهالت بهت میگذره، یک شنبه رو جشن میگیرن، روزی که اینجا عید پاک میشه، روزی که عیسی از قبر بلند میشه. اما توضیح این عید چیه؟ حالا سوال اساسی که دوست عزیز مطرح کردن که چرا حالا عید پاک به مسیحی اینقدر مهمه؟ در واقع همون فلسفه عید پاک. دقیقا فلسفه عید پاک چیه؟ مسیحیت یک مکانیزم منحصر به فردی برای نجات شناسی داره. من به صورت خیلی خلاصه میگم گرچه که شاید نشده خلاصه این فلسفه به این مفصلی رو مطرح کرد. در ادبیات الهیات مسیحی میگن آدم حوا خلق میشن داخل باغ عدن، داخل بهشت میدن و خدا بهشون میفرماید که از همه درختان باغ بخورید، از این یک درخت نهیشون زنهار مخورید و اتفاقا اینا چیکار میکنن؟ میان سراغ همون درخته و گناه میکنند. الهیات مسیحی میگه این گناه یه گناه عادی نبود، این گناهی بود که آدم رو از نزد خدا دور کرد، طبیعتش رو فاسد کرد و اون رو دچار یک مرگ روحی، مرگ جسمی کرد و آدم دیگه با خدا رابطش قطع شد. این قهری رابطه، این فساد طبیعت، این مرگ به ارث به نسل آدم رسید. هر کسی از فرزند آدم که به دنیا میاد میراث بر این گناه و لذا هر کودکی که الان متولد میشه با گناه متولد میشه و الهیات مسیحی میگه اگر این کودک فردا بمیره مستقیم میره جهنم بدون هیچ به اصطلاح تخفیفی و اگر کسی شده کارتاج میگه کسی بگه که کودکی متولد شد به جهنم نمیده، میده مثلا اگه جای متوسط بین بهش و جهنم، این کافره. چرا؟ چون داره کار عیسی رو انکار میکنه. عیسی که روی صلیب رفت در حقیقت تاوان گناه آدم رو داد و اگر کسی تعمید بگیره و به اون
مثلا آموزه ایمان داشته باشه پاک میشه، گناهانش پاک میشه، همون قسل تعمید، گناه آدمش پاک میشه با نه گناهان بعد، گناه آدمش پاک میشه. نکنه مثلا اسلام میگه وقتی یک کودک به دنیا میاد با فطرت پاک به دنیا میاد، فطرت الله التي فطر الناس عليها، یک فطرت پاک. نکنه مثلا یک صفحه نقاشی، صفحه رو تصویر کنید که یک نقاشی خیلی قشنگی، یه اثر هنری قشنگی خدا روش کشیده، این بچه به دنیا میاد با این فطرت، بعضا به خوبی ها میل داره، به خدمت بدی ها بدش میاد. خودمونیم که بعد این تخته رو سیاه میکنیم، بعد از ما آدم هایی در میاد مثل جنتکاری در تو تاریخ بودن، آدم های خوبی هم در میاد. یهودیت میگه نه، نه زشت بود، نه زشت بود، نه زیبا بود. یعنی این تخته سفید نه یک اثر هنری روش ترسیم شده بود، بله، نه یک اثر زشت. اما مسیحیت میگه وقتی کودک به دنیا میاد یک اثر فوق‌العاده زشتی روی این تخته طراحی شده و او تازه باید با تعمید این تخته رو پاک بکنه، بعد تازه روش یه نقاشی بکشه، یه نقاشی خوشگل و زیبا بکشه، از نو خودش رو بسازه، از نو خودش رو بسازه. این تفاوت سه دین اسلام، مسیحیت، یهود هست. حالا به هر حال چرا بهش میگن پاک؟ با خاطر اینکه در این روز عیسی اصلا آمده بود که به روی صلیب بده، کشته بشه و کفاره اون گناه رو پرداخت بکنه. و حالا الهیاتن سوال متعددی میکنن که اصلا چرا خدا برای بخشش گناه آدم باید اصلا گناه آدم رو به بقیه، حالا گناه کرد در برق آهنگری، او گناه کرد، به من چه ربطی داره؟ به عیسی چه ربطی داره؟ چرا باید خدا اینقدر از کشتن یک عیسی اینقدر خوشنود باشه که به خاطر اون تمام بشریت رو باهاش مصالحه کنه؟ و سوالات متعددی که تو این زمینه هست. حالا سوالی که دوست عزیزم میکنن که چرا بهش میگن پاک؟ دقیقاً به این دلیل بهش میگن عید پاک، که عیسی به صلیب کشیده میشه و این صلیب کشیده شدن باعث پاک شدن از اون گناهان میشه. بله، خیلی متشکرم. اما میشنویم سوال بعدی رو، اگر دوستانمون سوالی دارن در زمینه مسائلی که در برنامه امروز گفته شد. ممنونم از توضیحات کامل جناب آقای دکتر کاشانی. جناب دکتر، سوال دیگه‌ای که حالا نمیدونم فرصتتون چقدر هست، چقدر زمان و فرصت دارید، و اگر امکان داره شما بفرمایید که زمانتون چقدر هست. ما دو تا سوال دیگر هم داریم، اگر اون دو تا سوال رو هم پاسخ بدید ممنون خواهیم شد از محضرتون. سوال این هست که همونطور که ما در دین اسلام عید قربان رو که مصادف است با قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم به عنوان یک عید، که در واقع اون و فدیناه و به ذبح عظیم قرآن هم اشاره میکنه، آیا در این مورد، چون در حال این تکمیلی از بنده است، توضیحات رو بنده است، چون در تورات هست که در واقع جی اسمی حاق قربانی شد، آیا یهودیان هم همچین عیدی رو که مسلمانان برای قربانی شدن حضرت اسماعیل دارن، آیا یهودیان هم برای قربانی شدن اسحاق طبق نظر و اندیشه تورات همچین ایدی رو دارن یا نه؟ سوال دوم هم پرسیدن که حالا به قول معروف فلسفه اید در ادیان رو محبت بفرمایید، اگر امکان داره فلسفه اید در ادیان رو فرمودن که چه فلسفه و چه حکمتی داره اید در ادیان مختلف. بعد دو تا سوال شد، یکی قربانی کردن حضرت اسحاق طبق نظر و اندیشه یهود در تورات آیا اید محسوب میشه، یکی هم که فلسفه اید در ادیان. میکروفون تقدیم شما، بفرمایید. سوال خیلی واضح بود و میشنویم سوال پاسخ حضرت علی رو. خواهش می‌کنم. همونجوری که دوست عزیزم مطرح کردن در یهودیت و مسیحیت به داستان ذبح، به داستان اینکه ابراهیم فرزندش رو به قربانگاه میبره اعتقاد دارند، ولی میگن اون ذبیح اسحاق بود نه اسماعیل. خب البته دانشمندان مسلمان معتقدن که او اسماعیل بود، ولی آنچه که مهمه روزی رو به یاد بوده او بزرگ نمیدادند. یعنی روزی نیستش که مثلا به خاطر ذبح شدن اسحاق مثلا جشن بگیرن یا سرود برگزار کنن. البته روزی رو دارن که قربانی میکنن، روز عید به اصطلاح یکی از اعیادشون که عید کفاره نام داره، در این روز مثلا کفتری یک قربانی حالا باید بیارند، چون مثلا آیین یهود آیین قربانی هاست. هر چقدر که ما در اسلام به نماز اهمیت میدیم، در یهودیت به قربانی، حالا انواع قربانی، قربانی سوختنی دادن، قربانی آتی دادن، قربانی متعدد، به قربانی خیلی اهمیت داده میشه و اصلا توی معبدشون همیشه یه قربانگاه دارن.
و حالا اگر زمانی بود و به صدا فرصتی بحث رو داشته باشیم با دوستانم در موضوع قربانی در ادیان، میبینیم که اصلا این فضا در آین یهودیت چقدر بهش پرداخته میشه. ولی روز خاص رو به عنوان اینکه اسحاق قربانی شده، نه، این در اسلام وجود داره. اما سوال دیگه ای که به خدمت شما عرض شود، دوست عزیزم سوال کردن، بحث این که فلسفه عید در ادیان چیه؟ من در بین صحبت‌ها تک تک اشاره کردم، ولی خب سوال قشنگی رو پرسیدن و چرا در ادیان عید میگیرن. اگه بخوام در یک جمله همه رو خلاصه کنیم، همونجوری که در ابتدای بحث گفته شد، به خاطر یک جمله آن هم خدا. ولی وقتی بخوام یکم ریز بشیم، دلایل متعددی داره. مثلا برخی از ادیان، مثل ادیان مثلا ایرانی، به خاطر به بهانه طبیعت، به بهانه اینکه امروز بلندترین شب ساله، امروز کوتاه‌ترین روزه، امروز عید آبپاشی، امروز روز نو شدن طبیعته، به بهانه طبیعت عید میگیرن. یعنی بهانه شون طبیعته. برخی از ادیان بهانه عید گرفتنشون تولد خدایانه. مثلا در آیین هندو مثلا تولد خدای کامی، مثلا خدای میل جنسی، تولد خدای کریشنا، تولد خدای نمیدونم شیوا، تولد خدای فلان. بهانه شون خدایی است که در باور اون دین، در اندیشه اون دین وجود داره و خرافاتی که هست تو این داستان. وقتی که به آیین مسیحیت و بودیسم میرسیم، تولدش بهانه‌شون یک شخصه، یا بودا یا مسیح. مسیح امروز این کار کرد، امروز متولد شد، امروز سه نفر ملاقات مسیح آمدن، امروز مسیح نمیدونم موعظه کرد، امروز بودا موعظه کرد، امروز بودا از خونش بیرون آمد رفت ریاضت کرد، عید بگیریم، امروز بودا نمیدونم مرد، امروز بودا رو سوزوندن، امروز مثلا مسیح از قبل زنده شد، امروز آبستنی مریم. حالا مثلا این تاریخش اصلا مشخص نیست که آبستنی مریم کی هستا، یعنی هیچ کجا هیچ سندی، هیچ تاریخی نیستش که اون روزی که روح القدس با مریم ملاقات میکنه کی بوده. ولی آنچه که هست، مثلا یک روز قرار دادن به عنوان آبستنی مریم، یا مثلا هیچ کجا هیچ سندی ندادیم که حتی در اسناد مسیحی که مریم به آسمان عروج میکنه. ولی در مثلا مسیحیت یه روزی هستش که نه، همونطور که عیسی به آسمان عروج کرد، مریم به آسمان عروج کرد. دیگه بهانه‌ای پیدا می‌کنن برای اینکه یک عید دیگه برگزار کنن، یا عید مقدسین، عید ارواح گرسنه، بهانه‌های این شکلی. به آینه به خدمت شما هست شود، یهود که می‌رسیم بیشتر واقعه هاست، جریانات که تاریخ خروج از اسرائیل، نمیدونم 40 روز سرگردانی در 40 سال سرگردانی در بیابان، روز کشتن ایرانی ها، دشمنان ایرانیشون، روز، یعنی واقعه هاست که تبدیل به عید میشه، روز هاشورا که همون کشتاری که از یهودی ها صورت گرفته. اینا بهانه های عید در یهودیت. در اسلام هم که چنان که افتاد و دانی، یک نکته براش مهمه، اونم این که توی این سرعت پرشتابی که ما تو زندگیمون داریم، یه وقت خدا بهمون یه ترمز میزنه، میگه یه ترمز بزن، یه نفس بکش که اطرافتو نگاه کن، از قفلت خارج بشو، فراموش نکن از کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میروم، از چه نمای وطنم. یه نفسی بکش، یه تنفسی بکن، یه روز به فکر فقرا باش، یه روز بشین زیر سقف آسمون، به خدا درد دل کن، بگو خدا کمکم کن، بگو خدا من این بدی یاد به تو کردم، گناه ها تو یاد بیار، از خودت خجالت بکش، یه ترمز بزن. فراموش نکن که یک آقایی داری، یک مهدی داری، فراموش نکن که علی مولای توه، فراموش نکن که امروز روز مبعثه، روزیست که پیامبر تو به سطح رسیده. این توقفگاه های زندگی توه، کوله بار بردار، توشه بردار، بنزین بزن، باز به مسیر خود ادامه بده، برو تا توقفگاه بعدی، به سرعت برو، بشه تا برو، پرتوان برو، پرتلاش برو، و باز بایست و باز نفسی بکش، باز به اطرافیانت نگاه بنداز، باز صدای رحمی انجام بده، باز فقرا رو فراموش نکن توی زندگیت، و باز یک جرعه از خدا بنوش. و بالاخره نهایت همه اینها سعادت انسان هست در مسیر حق. دقیقاً. و باز هم تأکید میکنم و بار دیگر میگویم
که این نظر نه نظر بگی متاسفانه نظر کاملا کارشناسانه‌ای هست که چون که 100 آمد 90 هم پیش 90 هم پیش ماست، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. ادیان دیگه به هر حال در اعیادشون نکات بسیار مثبتی هست، نمیشه انکار کرد، نکات خرافی هم هست، هم نمیشه انکار کرد. و اسلام آمد جامع تمام این خوبی ها شد، آنچه خوبان اسلام آمد و جامع تمام این خوبی ها و این زیبایی ها و این قشنگی ها شد و همه رو یک جا در یک پکیج به ما داد. در این حال هدف رو هم فراموش نکرد که ما هدفمون از این عید، گفت عید چه روزیه؟ گفت اون روزی که در اون روز معصیت خدا نشه. دقیقا به هدف نگاه میکنه که هدف از این نیستش که نکن، درسته همه ادیان مثلا شادخاری دارن که در این عید مثلا باید ما نمیدونم مراسم خوش باشیم، شاد باشیم، ولی در شادی خودمون فراموش نکنیم چرا شادیم، فراموش نکنیم چرا اینجا اومدیم، اینجا به هم داریم تبریک میگیم، میگیم آقا عید شما مبارک، آقا سال نوتون مبارک، آقا نمیدونم عید فطر برای شما مبارک، آقا عید قربان مبارک، آقا نمیدونم عید قدیر مبارک، فراموش نکنیم که چرا. چون عید قدیر هم که میشه میگه میخوای تبریک بگو، بگو خدایا سپاس، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. عید فطر که میشه توی اون نماز عید فطر اون ذکر مفصل رو میگه که خدا ما رو از مخلصین قرار دادی، از چه قرار دادی هستی. توی هر عیدی میگه این ذکر رو بگو که فراموشت نشه چرا عید گرفتی. بهانه هایی برای این که ما بتونیم بیشتر به خداوند نزدیک بشیم و در واقع از اون قفلت ها و نسیان ها در واقع ما دور بشیم. خیلی متشکرم بینندگان عزیز و عزیزانی که از طریق فضای مجازی همراه ما هستند و برنامه ادیان تطبیقی رو دنبال کردند. حاج آقای کاشانی، اگر در پایان برنامه موضوعی هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بنده میخوام از شما، از تمام بینندگان محترم در شبکه جهانی سامن، امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمتشون بودیم و همچنین از یکایی که عزیزانی که در فضای مجازی شنونده این بحث ما بودن، سوالاتی رو مطرح کردن، در بحث مشارکت کردن، از یکایی که این دوستان هم تشکر و سپاسگزاری میکنم، مخصوصا از مدیریت محترم روم قم حرم اهل بیت که این فضا رو آماده کردند و ما تونستیم در این فضا و این زمان و این مکان در خدمت بینندگان محترم و دوستان عزیز در فضای مجازی باشیم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز شبکه جهانی سامن، عرض ارادت ما رو مجددا بپذیرید. در پایان این برنامه برای همگی شما آرزوی موفقیت و روزهایی بسیار سرشار از موفقیت و سلامتی دارم. به اتفاق استاد بزرگوارمون جناب دکتر کاشانی، از همگی شما عزیزان و همچنین کسانی که سوالات بسیار خوبی رو فرمودن و حاج آقا هم بهش جواب دادند، خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که همیشه شاد و موفق و قلبتون مالامال از مهر و ایمان الهی باشه. خداوند یار و نگهدارتون و التماس دعا.